دلیل اینکه معماری درست شد این نبود که آدما رو محافظت کنه چون آتیش داشت این کارو میکرد گرما میداد نور میداد همش معماری ساخت که آتیش رو محافظت, محافظت کنه. کنه از های دیگه طبیعت خاک و باد و آب به کورنر ایمان انصاری خوش اومدی ایمان انصاری معمار استاد دانشگاه هم گزار و مدیر عامل شرکت انیناموس دوران لیسانس هم نیویورک رفتم شهرسازی خوندم هاروارد جالب اینجاست که علاقم به فلسفه از طریق معماری پیش اومد که معماری رو بیرون از ساختمان ببینیم و ببینیم چطور معماری میتونه یه تعریف جدیدی از زندگی ارتباط ما با محی با همدیگه با اشیا ایجاد کنه تجربه همکاری با ناسا JPL، پایپل لوپ و پروژه متعدد دیگه ای رو داره مثل اینکه یه کسی بیاد بگه فرودگاه تحریک کن ولی هنوز هیچ فرودگاهی ساخته نشده هواپیما هم هنوز داره دارن روش کار میکنن هایپرلوپ چالنج هستش این بود توی این گفتگو با هم در مورد زندگی خودش مسیر که تا به امروز طی کرده مهمترین چیزهایی که کمکش کرده تا به آدمی که امروز هست ایده هایی که خلق میکنه برسه گپ زدی تجربه مختلف به خودمون اجازه رو میدیم که بتونیم بعضی چیزهایی که به نظر میاد نیاز باشه رو زیر سوال ببریم یا حتی اگه شانس داشته باشیم ایدهای بهتری به ذهنمون برسه در مورد تاثیرگذاری شغلش طراحیش روی زندگی و آینده بشر صحبت کردیم ما میان یه ایده میپرزیم تو ذهنمون ولی خب ما نمیتونیم رفتار انسان تو فضا رو تست کنیم مگه اینکه بیام مقیاس بزرگ بسازیم اگر این موضوعات براتون جذاب بود دعوتتون میکنم که همراه من و ایمان همسری باشید <applause> قبل از شروع گفتگو پیشنهاد میکنم یه نگاهی به کپشن بندازی و تمام پلتفرم دنبال کنی اینطوری با هم در ارتباط میمونیم من اگه اشتباه میکنم تصحیح هم کن چیزی که تو ذهن منه در مورد مسیر تحصیلی و کاری و زندگی تو اینه که معماری رو استارت زدی در کنارش فلسفه شروع شد جفتش تو دانشگاه نیویورک بود بعد با سازمان ملل شروع کردی همکاری کردن بعد اومدی رفتی تو یکی از این کشورهای آفریقایی و یه تحقیقات مفصل و یه کتاب خروجی شد برگشتی امریکا ادامه تحصیل تو هاروارد شروع شد بعد اگه اشتباه نکنم کمپانیتون انیناموسو راه انداختید رفتی یو سی و دانشگاه یو سی الی و الان هم الان کجایی؟ الان کلمبس اوهایو اونجا دانشگاه اوهایو ستیت درس بودم معماری فیلسوفی طراحی کدوم اینه ای؟ um, سوال خوبیه این یه جورایی آدم هر روز خودش از همین سوال از خودش میپرسه حالا برای اینکه یه, یه ذره تصحیح کنم و جواب سوالت رو بدم من وقتی رفتم نیویورک از تهران دبیرستان تهران بودم رفتم نیویورک اون موقع خب آدم 18 سالشه نمیدونه میخواد چیکار کنه تنها چیزی که میدونستم میخوام انجام بدم میخواستم نیویورک زندگی کنم آرزوم بود همش و میخواستم معماری بخونم بعد که مدرسه معماری رو شروع کردم جالب اینجاست که علاقم به فلسفه از طریق معماری پیش اومد یعنی یه جورایی سال اول و دوم کورسای های طراحی و تاریخ و اینا رو برمی داشتیم ولی همش احساس میکردم که اون زیربنای فکری معماری یه جورایی حداقل اون سبکی و ورژنی که به ما درس میدادن سسته و معماری بدون اون زیربنای حالا فکری یا نظری یه وسیله است و نمیتونه چیز خاصی رو ارائه بده یعنی هر معماری مثل هر نویسنده‌ای که به حالا یا کیبورد و لغات رو صفحه و کاغذ و کتاب و اینا وابسته است ما هم معماری به نوعی وسیله است که اون ایده ها رو ارائه کنیم و به امید این که حالا اون دنیا رو عوض کنیم و اگه ما اون ایده رو نداشته باشیم حرفی برای گفتن نداریم و نمیتونیم کار انجام بدیم و علاقه من به فلسفه از اونجا شروع شد و شروع کردم کلاس های فلسفه برداشتم حتی یعنی رشتم عوض کردم سال دوم دو به فلسفه یعنی دو رشته ای نمیتونستم باشم مجبور بودم یه ترم رشته مماری باشه کلاس های مماری بعدم یه ترم سویچ کنم به فلسفه و برام هم از لحاظ حالا کاری طراحی به عنوان دانشجوی معمار مفید و ریوردینگ بود و همین که برای خودم از لحاظ فردی مهم بود چی داشت به اضافه میکرد فلسفه اصلا باید یه پاز بزنیم خود فلسفه چه تعریفی برای تو داره م... میگی حتی تو معماری هم س... فونداسیونمون خود فلسفه است مدل فکر کردن است آره دقیقا به خاطر اینکه فلسفه حالا تعریفی که ب... یعنی به ما دادن و برای من چیز بود مهم بود این بود که اکثر دانش ها، حالا چه علوم علوم مدرن چه دانش هایی که داریم خب مثل معماری یا هر دانش دیگه بر اساس جواب هاست چه چیزایی میدونیم چه چیزایی واقعیت یا ثابت شده و اینا رو ارائه میکنیم یا بر اساسش چیزای جدید میسازیم خب ولی فلسفه برعکس بقیه در بر اساس سوالاست که چیزایی که نمیدونیم بعد مثلا خیلی میان میگن پس فرق فلسفه با عدیان چیه چون فلسفه و ادیان همشون یه سری سوالا رو میکنن یه سری سوالای اساسی که ما کیم از کجا اومدیم کجا میریم معنای زندگی چیه اینا ولی تفاوت اینجاست که ادیان اون سوالا رو میکنن بعد جوابش هم میدن فلسفه اون سوالا رو میکنه به جای اینکه جوابش بده میاد یه سوال اضافه تر میکنه میگه ما از کجا بدونیم جوابی که به این سوالا دادیم درسته و تمام مبحث فلسفه بر اساس اینه که بیایم نظری پردازی کنیم و پرحله دوم چجوری بیایم بحث بررسی کنیم که جوابی که دادیم چطور میتونیم ثابت کنیم یا قانعشیم که این جواب اصلا درسته و, و این برای من خیلی جذاب و مهم بود از لحاظ شخصی هم خب مثل خیلی هست ایرانی ها ما خب توی فرهنگ توی محیطی بزرگ شدیم یه سری چیزهای حالا چه فرهنگی چه دینی باش مواجه بودیم و آدم به یه سنی که میرسه شروع میکنه بحثی که قبلا میکنیم سوال میکنه دیگه که مثلا چرا چرایی که بحثش تو قبلا امروز کردیم سر همینه و چرا مثلا حالا میگن این کار اینجوریه میگن دلیلش اینجوریه ولی چرا و برای من فلسفه جنبه چیزی فقط نبود که حالا بیام مثلا فیلسوف... کار فیلسوفا رو بخونم و ببینم ربطش به معماری چیه اهمیت اصلیش یا جذابیتش برام چیز فردی بود که بیام حالا به نوعی خودم پیدا کنم نقش خودم رو تو دنیا ببینم ببینم اصلا زندگی خودم چیزش چیه و به امید اینکه از طریق اون یه مسیر بهتری بتونم پیدا کنم یه نقشه بهتری برای من، من مراحل بعدی میتونم پیدا کنم اگه بخوایم اینطوری بهش نگاه کنیم فلسفه به تو یک ابزار قدرتمند داده که سوالات بهتری بپرسی دقیقا دقیقا یعنی دقیقا با چیز حالا م... لغت فنیش میشه تکنیک یا متد متد بررسی و اینکه چطور بتونیم خود اصلا یکی از چیزایی که خب خیلی همه میشه گفت به نوعی با فلسفه آشنان فلسفه خونن ولی یه جنبه فلسفه خونی یا فلسفه یاد گرفتن اون بنای اون سترکچه رو چیزشه که اصلا این فقط این نیست که فلان فیلسوف حالا سقرات یا افلاتون یا نیچه و دیکارت اینو گفتن ولی اون که اون استدلالا رو چه برای بر اساس شده مثلا یه بخش مهم فلسفه که برای من خیلی جذاب بود لاجیک بود منطق خود منطق که ما هر روز با سر کار داریم چه بحث سیاسی چه اقتصادی چه فرهنگی اجتماعی ما همه بر... حتی معمارا یا هنرمندا جویی که پروژهشون ارائه میکنن بر اساس منطقه دیگه ولی چه منطقی اون منطق مثلا بناش چیه و یه،, یه, چیز جالبی که من آشنا شدم باش فلسی فلسی یا اشتباه ها یا چیزهای گمراه منطقی بود که اینم جالبه چون که خب خیلی از چیزهای سیاسی مذهبی اینا روی اونا تاکید میکنن به نظر خیلی ایده های آرگومنت ها منطقی میاد ولی اگه میای اسکلت اون منطق رو باز میکنی میبینی که اینا راست نیست نمیفته برپار نمیشه رو و و همین بحثی که گفتی که اون میشه, میشه یه ابزار این اطلاعات نیست فقط اطلاعات یه وسیلش از یه نوع از چیزشه ولی بیشتر میشه اون ابزار یا اون متدها یا تکنیک هایی که بر اساسش آدم میتونه افکار و ایده ها رو رو هم بذاره و یه چیز جدید بسازه از روش تو توضیحی که الان دادی یه ایده ای تو ذهنم شکل گرفت خب من همیشه برام سوال بود که چرا تک تک پروژه هایی که خودتون کمپانیتون داره انجام میده خروجیش خیلی از چیزی که آدم فکر میکنه بیرونتره اصلا به موضوعاتی انگار فکر نکردیم و دائم وقتی میخوایم بریم از نو طراحی کنیم خلق کنیم میریم توی تعریف های گذشته برای مثال توی همکاری که مثلا با ناسا جی پی داشتید اون فضای کاری که طراحی کرده بودید یا اون گراویتی خود هایپر لوپ. اون بین بهش میگفتید چی میگفتید اون وسیله نقلیه که توی اون تونلا داشت حرکت میکرد قبرسونی که توی نیویورک طراحی کرده بودید که میومد انرژی تعمین میکرد از دیکمپوز شدن جنازه ها ای اینا چیزاییه که خیلی از <تصفح> یک جای دیگه ای انگار بهش داشته فکر میشده نگاه میشده چی شد که اصلا اون سمتی رفت نیفتدی تو چاله تکرار چیزهایی که بهت یاد داده بودن چون من میدونم حتی توی سیستم آموزشی امریکا با اینکه خیلی جلوتره نسبت به ما ولی باز اون تکرارها وجود داره چه،, چیزی کمک کرد که انقدر خارج از اون جبهه به مسائل نگاه کنیم واقعیتش اینه که خب همه آدم ها, ها اون چیزای فکریمون هویتمون تو اون سالای اول جوانی شکل میگیره دیگه و وقتی از طریق حالا فلسفه هم فقط نیست یعنی حالا فلسفه اون ابزار بود ولی برای من اون سالهای اول دانشگاه خیلی سالهای مهمی بود و دیدم و باز کرد نسبت به همه چی تو دنیا و ولی وقتی اون موقع بعد از حالا دو سه سال آدم میبینه که اون بناهای فکری اعتقادی سیاسی اونایی که تمام زندگیش نه تنها زندگی خودش زندگی پدر مادرها نسل پدر مادرها نسل های زندگی حتی ملت روی اون نسل شده داره از هم یواش یواش میپاشه و معنا و اون چیزش رو داره از دست میده برای امثال من خیلی راحت تر بود که بیام یه سری چیزای حالا چه تو فرهنگی معماری رو زیر سوال ببرم چون که چیزهای مهمتر از رو برای خودم زیر سوال برده بودم و برام معناش از بین رفته بود سو so, این یعنی میشه گفت زیر خب توی ساله اولیه دانشگاه برای من جا افتاد دیستم قبول کنم که که اصلا هدف من از یه بخش دیگه که حالا شاید برای ما ایرانیا یه ذره قابل لمس تر باشه ماها چون تو محیط بسته ای بزرگ شدیم و هم حالا چه مدرسه چه خانواده چه جامعه و این این علاقه یا این درایو زنجی شکندن و ریبل، ریبلیوس بودن توی ما همیشه هست تو کسایی که توی جوامه بزرگ شدن که همه چی بر وفق مرادشون بوده اون احساس و اون انگیزه رو کمتر دارن که برن همه چیزی رو سوال ببرن و سعی کنن اگه بهش بگن این کارو کن بره یه کار دیگه بکنه. خب این هم یه جنبه ای که به نظر من ما کلا ما ایرانیا نسل ما اینو بیشتر از تجربه من کسی که کس از کشورهای دیگه فرهنگهای دیگه دارن من بعد از دوران دوران لیسانسم نیویورک رفتم شهرسازی خوندم هاروارد و توی دوره شهرسازی بود که رفتم سازمان ملل آه. و اون یک سال پروگرم دو ساله بود و اون تابستون بین دو سال اکثر هم کلاسیه من رفتن شرکت های بزرگ و معماری تو اروپا و آمریکا اینترنشیپشون انجام بدن تابستون من و پارتنرم تصمیم گرفتیم بریم کنیا توی یه میگن چی میگن زاغنشین میگن آنه. یه منطقه زاغنشین توی نایروبی با کمک سازمان ملل اونجا اونجا کار کنیم هدف مشکل اصلی هم اونجایی بود که اینا مثل خیلی از زاغنشین ها سیستم انفرسترکچر یا زیرساخت زیر ندارن توالت ندارن و یکی از مسئله ما این بود که چطوری اونجا آب سالم و سیستم توالت رو اونجا اجرا کنیم و برای من این مسئله جالبی بود و خلاصه یه دو ماه اونجا کار کردم که بعدش بعد از دوره شهرسازی که داشتم به طور تمام وقت وارد کار شدم سالهایی که کار میکردم برای شرکت های خوبی هم کار کردم اول رفتم لندن برای فورن آفیس آرکیتکت FOA که فرشید موسوی و الهندرو و مدیرش بودن کار کردم بعد برگشتم نیویورک برای نزدیک توی دو سال من حدود هفت شرکت کار کردم و دلیلش هم این بود که هر شرکتی کار میکردم اولش خب چی خوب بود ولی بعد احساس میکردم که این کارایی که میکنم به من خیلی چی میگن ستیسفای هم نمیکنه و خیلی موافق نبودم با اپروچ و و هی فکر میکنم اگه برم یه شرکت دیگه این این قضیه تغییر میکنه و اونا شاید... فریند یا در سازمانشون دقیقاً همه اینا یعنی همیشه همون چیزی که گفتی هر, هر شرکتی معماری میری یعنی کلا ما معمارا کلتر کلی یه کسی میاد میگه من همچین پروژه ای میخوام اول اینکه نمیاد بگه من مشکلم چیه مثلا نمیاد بگه من مشکلم زندگیه زندگی خوابیدن و بیدار شدن و غذا پخته میاد میگه من یه خونه میخوام چون فرض همه اینه که خونه با عنوان مثال این مشکل ها رو حل میکنه بعد معمارم به طور عادت احساس میکنن که وظیفه اصلیشون تولید ساختمانه و ما ساختمان های مختلف داریم مثل میری قنادی ویترین میگه خونه میخوای کارخونه میخوای آفیس میخوای اینا بر اساس هر کی میاد میگه اشتهام چیه یه دون از اینا رو بهش میدیم و کسی نمیاد حالا مثال کیک زدم توش موندم <تصفح> کسی میاد بگه حالا طعم این کیک و این چیه چیزایی که توش استفاده میکنی چیه نوع این که میخوریش چیه همین نه این همین هست اگه حالا تولد روش میتونم بنویسم تولد مبارک اگه دختره میتونم چیز رنگی اینجوری بذارم اگه دکورش پسر عوض میکنی ظاهرش فقط عوض میشه یعنی ولی در نهایت اون قالب عوض نمیشه من مثالی که میزنم حالا شاید مثال خوبی هم نباشه ولی بهترش فکرم نرسیده مثال جعبه کفشه یعنی ما اکثر معمارا کارمون مثل... چیزی که تولید میکنیم اول اینکه ساختمونه دوم اینکه میایم مثل یه جعبه کفش بهش نگاه میکنیم یه, فضای خالی نمیایم بیم که مثلا خب آدما ما آدما که جعبه نیستیم مثل توی جعبه دیگه جا بگیریم یعنی. ولی فرض برای اینکه معمار میاد این کانتینر یا این فضای خالی رو ارائه میکنه بعد وقت با فرنیچر با هر کسی میاد توشو تنظیم میکنه به نوع نیازهای بدن و نیازهای کاریش و اینا معمارای خوب میان میگن نه ما جعبه کفش سرای نمی کنیم که فقط دکور و کاغذ کاغذ کادش عوض کنیم ما کفش درست میکنیم حالا مثلا اگه نیازت اینجوریه کفش کتونیه کفش کتونی موادی که استفاده میشه اینجوریه این, این مخصوص برای مثلا دویدن یا ورزش یا مثلا یکی دیگه میاد میگه نه تو بعد کفش مثلا کفش رسمی مثلا جد باشه این مثلا چرم باشه براق باشه راحت نیست ولی این جنبه رو داره خب بعد ولی به نظر من معماری گریت یا چیزی که باید انجام بدن اینه که اصلا بیان بپرسن آیا ما اصلا معماری نه کفشه نه جعبه کفش بلکه آیا اصلا ما نیاز داریم را بریم یا نه میتونیم پرواز کنیم یا اصلا بیان پا رو از نو میکنن میان میگن اصلا ما چرا را میریم چرا دو تا پا داریم چرا اینجوریه یه یادم هم یکی الان هم کی بود ولی تعریف میکردن که یکی از کلاینت ها کارفرمایه فرانک لوید رایت میاد پیشش که براش خونه بسازه فرانک لوید رایت برمیگرده بهش میگه که تو شاید خونه جدید لازم نری شاید نیاز داری زن طلاق بدی <laughs> و و بحثم سر اینه که معماری ساختمان سازی نیست و خیلی از مسائلی که معماری سعی میکنه حل کنه خیلی اوقات راه حلش ساختمان نیست راه حلش توی چیزهای دیگه است ولی حالا اگه بخوام مثال بزنم تو پروژه ناسا جی پیل رو مثال زدی چون خیلی هم ممکنه بگن که خب پس اگه ما میخوایم کارهای دیگه بکنیم اون تو هیته معماری نمی و ما معمارای به نوعی وظیفه حرفه ایمون وظیفه فکری اینتلکشوال اینه که معماری رو بسازیم پس چجوری انجام بدیم حالا مثالش برای من همین پروژه JPL هست که اینا از ما خواستن که دفترهای دفتر آفیسشون تو کمپسشون تو پسدینا تو کالیفرنیا براشون ایده بدیم که محیط داخلش رو چجوری طراحی کنن و خب ما مثل هر معمار دیگه شروع کنیم هی پروژه های دیگه که محیط داخل آفیس هست و نگاه کردن هر چی نگاه کنیم دیدیم همشون یه شکلن همشون یه سقف چیز دارن با نور همه می سندلی های یا درازه یا کیوبیکال همه زمین صافه و فقط رنگ و دکورش عوض میشه ولی خود آفیس خود محیط کار همونه کار کردش همونه و و بعد من ما متوجه شدیم که بعد شروع کردیم گفتیم چرا <applause> چرا محیط کار این شکلیه چرا محیط مثلا ما 100 سال پیش همین 60 سال پیش که کسی کامپیوتر نداشت میز برای نوشتن و خوندن بود خب ولی الان مثلا میز شده اون صفحه که بهش میخوندیم مینوشتیم رفته روی سکرین 90 درجه چیز شده ولی خب اون میز مونده هنوز مثلا کیبورد و ماوس و حالا قبلش تایپ رایترمون نوع کارمون خیلی عوض شده ولی وسایل و محیط کارمون همون چیزای صد سال پیش هست این... فکر کنم مثلا صندلی اداری کلا یه چیزیه که طراحی اولیش برای 80 90 سال پیشه و هنوز همونه دقیقا. یه صندلی که سه تا چهار تا یه دونه چرخ داشته باشه که تو محیط فلت بتونی جابجاش کنی و اونور ببریش دیگه حالا در مرور زمان دستش مثلا حرکت داشته باشه بالا پایین بشه خودش ارتفاعش به هیچ اتفاق عمیق به قول معروف زیر و رو کننده اون تکنولوژی به یه پارادایم شیفتی توش اتفاق نیفتاده که تو بفهمی که او میشه اینطوری هم نگاه کرد آره دقیقا و برای ما هم همین صندلی کار شد معیار چون به این نتیجه رسیدیم که چون صندلی یه صندلیه که چرخ داره که این عجیبیش هم اینه که چقدر چرخاش کوچیکه <laughs> بعد چون چرخ کوچیک داره صندلیه بعد زمین باید صاف باشه بعد نمیتونه حتی فرش یه چیزی باشه که زخامت داشته باشه بعد چون صندلی چرخ داره این شکلیه میز بعد یه ارتفاع خاصی باشه بعد همه این به این, این که دلیل اینکه اکثر آفیس ها محیط کاری یه شکلن دلیلش معماری ساختمانش نیست معماری صندلیه و نوع کار ماست جالبه من نمیدونستم ارتفاع 80 90 استاندارد میز به خاطر صندلی بوده همیشه میگم صندلی به خاطر میزه ولی نه. خیلی عجیبش میکنه آره یعنی ساده ترین چیزها اه. چقدر تبدیل میشه به استانداردی که الان تو مبلمان هم میخوای طراحی کنن میگن که ارتفاع مثلا میز این مدلیه برای همین مبلمان باید یه ذره پایین تر باشه بعد زیر پایی میخوان تر کنن میگن خب چون ارتفاع مبل اینجاه باید پای اینجا باشه یعنی همه چی به هم هم متصل شده زنجیروار امه. و کل یه ساختمون و یک خونه و یک ای که ما داریم ازش استفاده میکنیم به ساده شکل ممکن در خدمت یه چیزیه که تالا بهش فکر نکردیم که میتونه جور دیگه ای هم باشه آره دقیقا و, و منم علاقم دقیقا من بینا میام انصورای ابتدایی معماری خب و برای منم علاقه من روی ناس. روی دستگیری در روی صندلی چرخدار روی توالت روی چیزه به خاطر اینکه ایناست که بقیه چیزا یعنی از به من بگی بیا این برج و طراحی کن خیلی برام جذاب نیست حالا که چیه ساختمون بزرگ زیبا زیبا نیست انرژیش چجوریه این موادش ولی اگه به بگی, بگی, یه چارپایه یا یه توالت یا یه دستگیره در جدید طراحی کن خیلی علاقه میشم چون که میبینم که اون میتونه شیوه کارکرد و زندگی روزمره و چیزهای ما رو عوض کنه و در کنارش یه سری چیزهای بزرگتر رو عوض کنه خب الان مثلا ما صندلی کاری اولین صندلی چرخدار چارلز داروین بود که چون تو آفیسش بود آفیسش هم مثل استودیوی تو یه میز و صندلی اینجا بود یه کتاب خونش این بود بعد هی میخواست نمیخواست بلندش از سندلیش کتاب و یا وسایلش ورداره بعد خودش چرخ پیچ کرد به صندلیش چرخای کوچیک که بعد بتونه این ور اونور بره, بره که بلند شد. و ولی اگه نگاه کنی از اون صندلی چرخدار داروین که 150 سال پیش بود تا امروز این صندلی کاری همون مونده دیگه یه سندلیه مثل صندلی عادی نهایتا با های کوچولو و ما تو این پروژه هدفمون بود که به جنگی بیم فضا رو تحریک کنیم اول بریم فن صندلی کاری رو از نو طراحی کنیم که بعد بیایم از طریق اون میتونیم فضا رو متحول کنیم و این این اینسپیریشنمون چون جی پی ال روورای ناسا رو اونا طراحی میکنن میسازن دیگه خود روورای جی پی بود و اومدیم گفتیم شما روور طراحی میکنید تو مارس ما براتون یه آفیس روور طراحی کردیم و چون حالا آفیس صندلیتون شد یه روور اصلا چرا ما بهش میگیم صندلی این وسیله نقلیه چرا نمیگیم اسمش ولی چون روور شد باعث میشه الان زمین مثل هر نور باشه حتی اصلا میتونید حالا اون طرحی که درست کردیم یه جورایی برای چی میگن حالت جوکمانن بود ولی خب یه جورایی هم جدی بود که جی پیل اکثر کاراشون Uh, یه کتابی هم هست دورش اسمش هست Seeing Like, سینگ like a Rover uh, که اونجا میشینن تو آفیس ولی ویدیو فیدای روورهاشون تو مارز رو همش میبینن یعنی محیط ذهنیشون اونجا تو پس دینا نیست تو مارزه و ما براشون داخل آفیس رو کردیم مثل فضای خود مریخ زمین هم, هم زمین و... کردیم آره زمین و شیب حتی مد دیمن از مارشن گذاشتیم توی اون عکس که بگیم حالا محیط کارتون شد همگون به جایی که دارید کار میکنید و فضاشم فضای بهتری است چیزای جمعایی دیگه هم بود حالا من هم شم. این همین که مثلا ما الان تلفن داریم میخوایم صحبت کنیم فیس تایم کنیم خیلی از سر میزشون غذاشون رو میخورن و هم این روور فضای خصوصی ایجاد میکرد هم فضای پلاگ میشد به یه سری میزای توی آفیس که اگه میتینگی کلابریشنی چیزی باشه بتونن انجام بدن آره یعنی این یه برای ما یه مثال بود که دوباره بریم دنبال اون اناسور ای اونا رو یه دستکاری بکنیم که بعد از طریق اون بتونیم بقیه کار رو جز کنیم اگه نمی کردیم ما هم مثل بقیه محدود میشدیم به اون چارچوب کانونشنال فعلی چون خیلی سخته آدم بخواد بره ضد اون یعنی بالاخره یه سری الان مخصوصا اندستری که صنعتی که لوازم خانگی ساختمانی میسازه یعنی اگه بخوای یه کاری بیرون اون بکنی بعد از نو همه چیشو خودت کاستم درست کنی چیز کنی سو um, so, تو هر پروژه ما سعی میکنیم روی یه چیز کوچولو فوکس کنیم تمرکز کنیم اگه بتونیم اون از نو روش فکر کنیم یه نوع دیگه طراحیش کنیم um, خیلی خوشحال میشیم یعنی یه کار مفیدی انجام دادیم um, و وگنه... این پروژه شرکتتون هم بود که مطرح شد و صدا کرد درست میگه جز به اولینا بود اولیش تو نیویورک بودیم که بعد از طوفان سندی هریکن سندی یه مسابقه بود برای اینکه چطور اون منطقه نیویورک رو از نو بسازن که ما به پروپوزال ما این بود که اون یه زمین شبکه جدید 15 20 متر بالاتر بسازن به جنگ دوباره از نو همونجا چون واقعیت اینه که ممکنه دوباره سطح آب طی یه تا سال آینده هی hey, میاد بالاتر حالا هی hey, بسازیم دوباره خراب میشه بعد زمین برد بالا ولی پروژه JPL هم اون رووره که اسمش میشه گذاشتم هم زیرو گراویتی اینا پروژه بود که وقتی رفتیم از نیویورک رفتیم لس آنجلس پیش اومد و اون موو نیویورک به لس آنجلس هم از تو اشاره کردی تو اول صحبتت هم برای من هم برای پارتنرم مارتا یه چیز هم حرفه ای و کاری بود ولی هم خود ما رو خیلی عوض کرد فرهنگ لس آنجلس برامون خیلی جذاب بود فرهنگ سینما هالیوود فرهنگ اختراعات و کارهای تجربی و اینکه برعکس شرق و آمریکا که همه خیلی بسته تر و تر اون شروع و آره. نتورکینگ و مهمونی ها و ایونت های بزرگ آره. بعد از هنرمند ها و چیزاشون هم همینه یعنی واقعیت اینه که خیلی بازتر فکر میکنن خیلی یعنی با تو خد... توی مدل فکریتون یه پیوتی اتفاق افتاد و آره خیلی تا قبل همش خب آشنایی داشتیم ولی همش می‌کنیم میکنیم حالا اونور آمریکا اینا خیلی خوشن یا خیلی زیاد آم... کارهای تجربی و عجیب غریب میکنن شاید ارزش اکادمیک یا ارزش تئوری نداره واقعیت اینه که کاراشون نمیفهمیدیم اون موقع وقتی رفتیم لس آنجلس آم... لس انجلس خود شهرش یعنی واقعا اگه شهر خود الی رو با نیویورک مقایسه کنی این اون چیز رو میفهمی نیویورک فوق العاده اصلا گریت دیگه یه شبکه ای. همه چی بسته دید حتی با بودا بسته آدما حرکتشون خود نوع ساختمان سازی انقدر بخشی. انقدر کود و قانون هست که محدودیت های چیزی هست ولی میری الی اصلا شهر مرز نداره از این ور این ور روش شده از اون ور اون ور هیچ قانونی نیست این منطقه حالا من کلی میگم و قانون که خوب هست ولی بر مقایسه با مثلا نیویورک این منطقه این شکلی باشه ارتفاع اینجوری باشه ساختمان اینجوری باشه یعنی یه ف... بعدم یه فرهنگی هست فهم میگن فرهنگ خیلی شهر الی وقتی یکی میره بعضی موقع خیلی خیلی ها... دیسپوینتد uh, میشن ناراحت میشن میگن چقدر پیش پا افتاده از همه چی ماندینه مثلا از این چینینگ فنس ها زیاد میبینی خیلی همه چی خیلی ساده و چیزیه یعنی انگار یکی تصمیم گرفته اینجا این کار کنه انجام دادن خیلی فرمال و چیز نیست و این این جنبه الی خیلی ها نمی یعنی اونایی که نبودن الیا زندگی نمیکنن نمیفهمن یا اپریشیت نمیکنن و در حالی که این نشان از آزادی فکری و چیز اونا داره و فرهنگ اونا براشون مهم نیست یعنی یه کسی علاقه به یک کاری داره اون کارو میکنه مهم نیست که چیز جامعه یا نرم یا چیز چی باشه و این باعث شده که تو طور تاریخ خیلی از هنرمندا اونایی که مخصوصا تو لس آنجلس فعالیت داشتن کارهای خیلی به غلط و باکس انجام بدن چون محیطشون باکسی نبوده ها. و اون کمک کرده دیگه و اه خلاصه کارای معمارای بزرگی هم بودن تو الی حالا یه بخشش میگن ده الی سکول مدرسه معماری که مدرسه نبود ولی اون نهزت حالا فکری یه سری معمارا بود تام مین، فرانک گری، اریک اوین ماس، کرگ هاجتز که اینا تو دهه هفتاد هشتاد میلادی شروع کردن یه سری پروژه های عجیب غریب انجام دادن که خیلی جالب بود و خیلی هاشون با فیلم های سای فای و چیزی همکاری داشتن باشون کار کردن و بعد و این پروژه ها برای ما خیلی جذاب بود بعد که رفتیم الی با امسال اینا ما همکار شدیم مثلا ما تو یو سی الی تام مین درس میداد باش میشستیم صحبت میکردیم کرک هاجز اونجا بود نسل بعدیشون همسال نیل دناری گریگ لین اینا دوباره باشون تو دانشگاه هم, هم چیز بودیم هم کار بودیم و از اونا هم ما خیلی یاد گرفتیم و دید فکری بود مثلا یه کسی مثل گریگ لین که خیلی هم تو معماری تاثیر گذار بود کلا معماری دیجیتال اون به نوعی تعریف و چیز کرد الان گریگلین ساختمون تعریف میکنه نه چیکار میکنه داره با کمپانی پیاژو که وسپا تولید میکنه مم. همکاری میکنه یه ربات طراحی کرده جیتا که میتونه آدم رو تعقیب کنه و برای ما کارهای معمارا طراحا متفکری مثل گریگلین و اینا خیلی جذاب بود که معماری رو بیرون از ساختمان ببینیم و ببینیم چطور معماری میتونه یه تعریف جدیدی از زندگی و ارتباط ما با محیط با هم دیگه با اشیا با افراد دیگه ایجاد کنه بر من خیلی جالب بود چرا؟ چون در میبینم دو تا موضوع اصلی تو زندگیت روش فکر کردن و ایده خلق کردن امروزت رو ساختن یک تو سن پایین 18 تا 22 سالگی تنها زندگی کردن توی کشور جدید توی شهر جدید حالا با بکگراند این که توی این سن باید خودتو پیدا کنی و از شرق داری میای که آدم هن که قرار ساختار شکن باشن قهرمان باشن میای میری مواجه میشی با فلسفه سوال پرسیدن و چارچوب ها رو شیکوندن چارچوب های فکری آموزشی همه چی رو خراب کرده و نو ساختن و بعد دوباره میای ده دوازده سال بعد طی یک مهاجرت از شرق به غرب آمریکا دوباره یک ساختاشیکنی اه. جدی رو تجربه میکنی اه. یعنی من میتونم بگم می که تو صحبتات قشنگ نمایانه که مواجه شدن با زندگی با شرایط محیطی حتی تاثیر عمیق میذاره روی نگرش آدم به خود زندگی کار و خروجیایی که داره تو صحبتات اشاره کردی که جابجا جا شدن و رفتن به لس آنجلس انگار تو رو از یک سری چارچوب فرمال و رسمی رها کرد آزادتر شدی امه. دیگه چه چیزهایی از این جنس داشتی تو زندگی که کمکت کرده که حالا به عنوان یک خالق با مسائل از یک دریچه دیگه مواجه بشی های منحصر به فردتری بشه نکته خوبی میگی حسین و جالب اینجاست که من خودم اینجا اینجوری بهش نگاه نکرده بودم یعنی برای من اون دوران ابتدایی دانشگاه و مهاجرت به امریکا اینا خب واضح بود ولی چیزی که تو میگی درسته از شرق به غرب اون یه مرحله دوم بود و تا خی... تا, تا شاید اخیرا من خودم کانشس اه... به اون نبودم که تغییر اساسی پیش اومد تو اون مهاجرت حالا من ببخش صحبتم قطع میکنم حتی یه سری تصاویر تو ذهن من اومد زمانی که تو نیویورک بودی هاروارد بودی من عادت داشتم تو رو با کچه رسمی‌تر رسمی تر میدیدم استایلت استایلت امه. اون مردونه بزرگ سال میدونی چی میگم ولی وقتی رفتی رنگ اومد تو لباس کتونی آره کتونی و هزار تا اتفاق دیگه لباسهای راحت تر امه. بعد فکر میکنم حتی حالا برخورد نداشتیم من نزدیک حتما مطمئنم تو نحوه ارتباط گرفته با آدم ها هم یک سری چیزها رو با دانشجوات هم یک سری چیزها رو رها کردی رفیقتر شاید شده باشی خیلی جالبه امه. خودم هم طالب این فکر نکرده بودم که حتی جابجا شدن محیطی ممکنه چه این تاثیرات عمیق بذاره امه. نه جالبه حتما حتما اینطور بوده من نیویورک زندگی میکردم کمودم اگه باز میکردی نزدیک 15 تا کت داشتم سای همه هم از توسی روشن شروع میشد شد توسی یه تیره تر یه تیره تر تا, تا مشکی. مشکی. یه دونه هم فکر سرمه ای یا رنگ غیر خاکستری یا مشکی داشتم بعد هر روز یکی از اینا رو می پوشدم. و یه مدت اصلا کتونی هم نداشتم چون اصلا نمیرفتم رفتم بودو ورزش کم تو نیویورک ولی وقتی رفتم الی یادم از همون روز اول متوجه شدم که اصلا هیچ کسی لباس اونجوری نه این پوشه موقعیم که مراسم اصلی چیزی هست برام جالب بود که میدم کس کسایی که حتی یک کتم میپوشن اگه مهمونی سخنانی دانشگاه هست میدم یه کفش کتونی رنگی باشونه و این برام من خیلی جالب بود و آخه کتونی مثل همین صندلی کفش کتونی من،, من یه بار با چی صحبت میکردم کریم رشید طراح معروفیه اه، و اون نکته جالبی گفت که من هیچ وقت روش فکر نمیکردم که کتونی چقدر فرهنگ امروزه ما امروزه یعنی همین کانتمپوری ما کتونی بهترین تعریفشه اینه که بیاید نگاه کنید که آدم های سال پیش صد سال پیش یا صد سال پیش چی میپوشیدن میتونید تمام تاریخ اون اون, اون تاریخی فرهنگ وضعیت ساختمون ها راه, راه ها خیابون ها آداب و رسوم از روی کفش اینا بتونید تشخیص بدید و و, نکته جالب کتونی اینه که اول اینکه هیچ کدوم از متریال هایی که استفاده میشه اصلا طبیعی نیست برای اولین بار در تاریخ و دوم اینکه اینو به نوعی ما رو برای اولین بار از یه سری چیزهای تاریخی اون چارچوبای تاریخی اوورده بیرون که کتونی باعث شده که ما بتونیم خودمون رو اکسپرس کنیم از تاریخش چون الان میتونی رنگ و چیزش انتخاب کنی کاستماز ستایل داره قبلا ها میرفتی همه یه نوع کفش بود چرم بود قهوه بود یا مشکی مدلش خیلی ثابت کتونی الان حالا خیلی هستن چیز کتونین کلکسیون uh, دارن کتونی شده یه نوع uh, یه خورده فرنگی آره آره یه ژانرا شده و توی این ساله اخیه که تکنولوژی پوشیدنی هم بهش اضافه شده اه. دیتا در اختیارت قرار میده خودش اه. میاد خودش رو فیت پات میکنه اه. دقیقا. من مطمئنم در آینده یه بخشی از خودمونه همونطور که الان گوشی تلفنمون و کامپیوترمون و خیلی چیزهای دیگه ای که تا 20 سال پیش سی سال پیش اصلا یه چیز عجیب غریب برامون بوده مطمئنم اه. توی بازنگری های جدید کتونی اه. و کفش هم اه. میرن اون سمتی و بخشی از وجود ما میشه آره آره دقیقا ولی به نوعی هم به خاطر اینکه ما الان توی من،, من, فکر میکنم یه بخشی از تاریخ هستیم که کفش به نوعی یه چیز رست چیز بود من یادم مدرسه که میرفتیم ایران من یه بار یه کتونی نکی پوشیدم مدیر مدرسه و من برد دفترش و برگشت به من گفت که <تصفح> میدونی تو کجا برگشت یه اشاره به کتونین کرد گفت شما ظاهرتون به بچه هایی که این مدرسه میان نمیخوره چرا چون یه کتونی نایکی بود رنگش هم سفید و سیاه بود ولی اون کتونی همچین انگار که قان... چیز شکست قانون شکست. ساختار شکنی, ساختار شکنی؟ آره؟ و و این همیشه هم بوده الان تو کلا حتی تاریخ غرب اخیرا کتونی و پوشش پا جزوی از چیز درس کود هست مثلا میگن فلان رستوران نمیتونی با سندل بیای یا فلان مهمونی باید رسمیه رسمی معنیش این بود که نه تنها حالا کچلوار کروات میزنی بلکه کفشت باید چیز باشه و برای من احساسم اینه یه درجه چیز کتونی از همون جنبه ساختار شکنیش میاد اینجوری نیست که رنگی و بزرگ و چیزش قشنگه خب قشنگ هست راحت هست ولی به نوعی هم یه, یه لگده به, به سیستم قبلی که پوشش پا رو مثلا پوشش پا حالا ما از دید پسرها مردا نگاه میکنیم برای, برای خانوما برای زنها این بیشتر هم بوده مثلا کفش پاشنه بلند خودش یعنی تاریخش از لحاظ اون اکسپکتیشن ها چیزهایی که از زن میرفت انتظار میرفت و باید تو چه قالبی بپیچه نه طبیعیه نه راحته نه ولی کف شده یه جور قالبی که اون فرد رو توی جامعه میگنجونه بعضی مقابل به زور با تاول و درد خب و برای کتونی برای همین جالبیش اینه که من فکر میکنم خیلی الان چیزشون رو کتونی رو همونه روی حالا مثلا یه نمونه ای مثل کتونی مثالی از یه تصویر خیلی خیلی بزرگتر و جدیتر ما میتونیم اینطوری به مثال نگاه کنیم که خیلی از مفاهیم موضوعات تهایی ته که امروز در خلق میشه وابسته به یک سری اصول و پایه که های گذاریش و ساخته شدنشون مال قرنها و ها و شاید هزارها سال پیشه ولی ما هیچ وقت نیومدیم از یه دریچه دیگه بهش نگاه کنیم اه. به مسئله ورود کنیم بش کنیم و از نو با سوالات درست پرسیدن سمت خلق مجددش بشیم اه. سمت بازآفرینی مجددش بریم و فکر کنم مسیری که داری طی کنی از این دسته حتی با موضوعات کوچک مثل مثلا من چی کار کنم که یک صندلی رو طراحی کنم که این صندلی بتونه کاربری های مختلفی رو براش تعریف کنه بتونه نیازهای متنوعی رو برای یوزرش برای مصرف کنندهش برطرف کنه دارم در مورد زیرو گراویتی دارم در مورد زیرو گراویتی صحبت میکنم چی شد که اصلا رفتی سمت این که یک بازی انجام بدی و به این عمل کنی من وقتی دوران تحصیلم تموم کردم وقت وقتی از دوره لیسانس رفتم فوق لیسانس از معماری که تموم شد هدفم بود که خب حالا من این سه چیزایی یاد گرفتم این چیزایی نتیجایی به ذهنم رسیدم ولی هدف اصلی بود که چطور میتونم یه, یه،, یه، کارهای بزرگ بکنم و واقعا تاثیر بذارم توی جامعه توی زندگی آدم و اینا از, د... از طریق معماری یکی دلیلی که رفتم شهرسازی خوندم این بود که من اون موقع فکر میکردم که مقیاس رو که ببری بالا میتونی تاثیر بیشتر بذاری حالا مثلا یه معمار میتونه یه ساختمون طراحی کنه یه شهرساز میتونه یه شهر رو ارگنایز کنه و تعریف کنه ارتباطات رو مو که خوندم دوباره تو دوره اینکه رفتم برای یو کار کردم برای همین بود تو ذهنم بود که راه حل برای کار شرکت های معماری نیست قدرت دست شرکت های معماری نیست قدرت اصلی دست سازمان های بین المللیه که میتونن یه سری ایده ها یه سری چیزها رو تو مقیاس جهانی پیاده کنن ولی اول اینکه رفتم دیدم متاسفانه سازمان ملل سازمان ملل نه کلش ولی بخش یون ان هابیتات میگن یا هیومن ساتلمنت پروگرام که کارهای حالا وابسته به معماری و ساخت داره اون قدری سازمان چیزی نیست نه قدرت زیادی داره نه بودجه زیادی داره و نه واقعیتش قاب آدمای قابلیتی قلی... که بتونن واقعا تغییر حساس ایجاد کنم کار گذاری که دنبالش بودی رو اونجا نتونستی نتونستم کارهای مفید میکنن ولی به عنوان مثال خاطر همین بود که دست یعنی دستاورد کار ما آخرش شد یک کتاب <applause> و تاکیدش به جای اینکه بیام چطوری سیستم توالت جدید بدون لوله کشی طراحی کنیم رفت روی استفاده از مواد ساختمانی مثل کتاب ما اسمش بود بمبوکلت این کتابی درباره بمبو بود ولی خب یه کتاب چه بود روی اون چیزا که هدفش اینه که اون پالیسی ها اون چیزای جامعه رو معرفی کنن به کشورهای دیگه به امید که اون کشورها اونا رو هم تشویق کنه برای شرکت بعد فکر کردم که نه باید برم برای شرکت های معماری کار کنم corporate شرکت های بزرگ که شعبه دارن جای مختلف دنیا و شرکت های کارهای بزرگ انجام میدن و اونجاست که میتونه آدم نقش داشته باشه برای همین رفتم برای SOM کار کردم برای گنسلر کار کردم برای پیک آپ فرید کار کردم اینا شرکت هایی هن که شرکت های بزرگ هن شعبه دارن و پروژه های بزرگ انجام میدن جای مختلف دنیا منم روی این پروژه ها کار کردم تو هند تو چین تو سنگاپور و ولی بازم به این سنم که با وجود این قدرتی که این شرکت ها دارن معمارا دارن نهایتا کاری که میکنن فقط همون راضی کردن مشتری مشتری میاد میگه من بلندترین برج شهرمو میخوام اینم میاد همونا فکر میکنین چرا به راضی کردن مشتری راضی میشن نمیان یه قدم بلندتر بردارن نمیان برن سمت اینکه یه کاری کنن که صد سال بعد از خودشون تحت تاثیر اون دگرگون شده باشه یه بخشش خب علاقه به نوآوری و اختراع هست یعنی خب... یه کمه تو خب به دلوقت... نسبت تو همه چیزا کمه تو همه رشته ها اینجوری نیست که هر کسی علاقه داشته باشه کار جدید بکنه خیلی ها اوزای فعلی به قول معروف ستارس کو رو دوست دارن دوست دارن ادامه بدن نیازی نیست که تغییر ایجاد کنن و اونایی هم که علاقه دارن بعد خیلی سختی بکشن که اون یعنی دی میگن دیسرابترز دیگه مهم. اینا میان به هم میزنن و اگه میخوای بیای به هم بزنی باید به اندازه کافی جرأت و نیروش رو داشته باشی که با خیلی بجنگی اولین جنگت با کلاینتت با کار فرماد بله. بعد بعد رازیش کنی که پولم دست پوله بیشتر اونه... بده چون که میخوای کار جدید کنی بعد بعد بری با شهرداری به جنگی جدا از اینکه بعد با تیم خودت تو شرکت خودت بجنگی جنگی بینا بگی بابا با این راه راه درسته و خیلی ها یا واقعا توان جنگ و چیز <تص> ندارن یا اینکه احساس میکنن ارزشش نداره براشون و تح... سعی میکنن فقط کارشون ادامه بدن دیگه میگم نمیگم واقعا هستن کسایی که میخوان انجام بدن ولی و این نتیجه ای که من بهش رسیدم اه... من فکر میکردم که هرچی مقیاس بزرگترشه شه تاثیر بیشتر میشه فکر میکردم که یک کسی یه شهر ای میکنه یا بلندترین ساختمون شهر رو تحریم میکنه تأثیری که میذاره بیشتره و چیزی که بعدا متوجه شدم یه بخشش هم بود بخاطر که بعد رفتم دکترامو تو تاریخ مماری گرفتم شروع کردم هی تاریخ خوندن و آدم واقعا چیزایی یاد میگیره از تاریخ که فوقلاده است به یه جایی رسید که من به احساس که هم ما هر ایده به فکرمون برسه اگه تو تاریخ نها کنی یه جا پیدا میکنی یه کسی دیگه همین داره داشته و حالا به هر دلیلی نتونسته عملی کنه یا ولی یه چیزی که تو تاریخ یاد گرفتم اینه که های بزرگ تاریخی انقلاب تکنولوژی انقلاب علم وابسته به یه چیزای بزرگ نبود اتفاقا اکثر اونا وابسته به ابداع یا شروع یه سری چیزای خیلی کوچیک بود ولی چون اینا کوچیک بودن در مقیاس انسان تاثیر گذاشت و اگه تو این کارو میکردی منم این کارو میکردم یه کسی دیگه هم این کارو میکرد یواش یواش کل جامعه رو تحت تاثیر قرار میذاشت در حالی که حالا یه ساختمون بزرگی، شهر بزرگ اصلا چند درصد از آدما میرن توش چیکار کار میتونه بکنه جز جز اینکه یه بنا یا یه آیکان بتونه باشه بعضی ساختمان معماری خوب هست تا شهرهای خوب ولی میخوام بگم در نهایتا نتیجه که من رسیدم اینه که برای اینکه تغییرات بزرگ مقیاس جهانی انجام بدی باید تاکید کنی روی چیزهای فوق العاده کوچیک و پایه‌ای که مقیاس انسانی داره و به نوعی یعنی اکثر پروژه‌ای که ما داریم انجام انجام دادیم از اون موقع بعد چه مقیاس شهری بود چه ساختمان بود چه فرنیچر بود چه پروتز بود رفت رو این که حالا این چه چجوری از همیشه از مقیاس انسان شروع شد که این چه تغییری روی رفتار و روند روزمره انسان انجام میده بعد حالا اگه بازتر شد تغییر بزرگتری داشت گریت اگه نداشت ما وردی تغییر رو ایجاد کردیم تو زندگی فرد... فردیت هم اینو وارد کردی یا فقط تو زندگی کاریت بوده؟ um. <laughs> فکر کنم آره حالا تا جایی که فکر میکردم آره. مثلا چه چیزی به ذهن رسیده آیا باید بری یک مهارت خاصی رو یاد بگیری آیا باید بری سمت یک تغییر عمیق درونی تا آدم تاثیرگذارتری بشی نمیدونم سوال سختیه ولی میتونم بگم که آه... خب یه جمعش زندگی روزمره است که آدم آدم هر چی بیشتر زندگی میکنه بیشتر توجه میکنه به روتین روزمرهش که مثلا متوجه میشی من معمولا چند ساعت میخوابم معمولا چی میخورم معمولا چند ساعت کار میکنم و بعد میایش سوال میکنی دیگه خب چطور میتونم اینو بهتر کنم حالا یا بعضی ها میگن چطور میتونم بی تر باشم بعضی ها میگن چطور میتونم سالم تر باشم بازیم. تو چه سوالی از خودت پرسیدی؟ بعضی من چه می‌ذارم خوشحال‌تر باشم. برای من فکر کنم ستاپ مهم‌ترین دیگه سالم‌تر و پروداکتیو پرادکت، تر و خود نهایتا هم خوشحال تر وگرنه اگه آدم خوشحالی نداشته باشه که دیگه واسه چی زندگی میکنه چیز دیگه ای که نیست خبری نیست خب یه ذره در مورد روتینت هم برامون بگو ببینیم که چه چیزایی اضافه کردی که خروجیش خوشحال تر شدن پرودکتیو شده پرودکتیو تر و سالم تر شدنت بوده آها ام... راستش تا وقتی پرسیدی اصلا من فکرش نکرده بودم حالا الان دارم فکر میکنم ام... ام... چه چیزی که اضافه کردم ام... من دایت هم عوض کردم پنج سال پیش که ویگن ام... 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 و اینم ام... خب انتخاب هم از نوع شخصی بود و هم از نوع ام... چیزایی که یاد گرفتم و خوندم بعد که امتحانش کردم خیلی احساس بهتری داشتم به تصمیم گرفتم ادامه بدم من از اونا نیستم که بگم همه بعد اینجوری بکنن همه این کار. بعضی چیزا برای بعضیا کار میکنه برای بعضیا نه حالا برای من از لحاظ تغذیه و سلامتی این مهمتر بود تا مثلا برم هر روز ورزش کنم من آدم ورزشی متاسفانه نیستم از لحاظ خواب مهمه تو روتین و من به اینش بعد, بعد از ساعت شیش بعد از زور اگه کار بکنم کار منظورم حتی یه ایمیل روی تلفنم باز بکنم این باعث میشه روی خوابم تاثیر بذاره ذهن رو درگیر مسئله کاری کنه کار. از شیش بعد از رو به بعد اصلا نه ایمیل باز میکنم نه فکر به کار میکنم نه هیچی و سعی میکنم استراحت بدم به خودم که بعد نهایتا بتونم آروم بخوابم که صبح انرژی داشته باشم خوب خوب ده باشم سومش چی بود؟ پروتکتیف تر خب این به هر دوتا شب میشه دیگه هم سلام، سلامت هم پرادکتیو تر راستش من هنوز باش شاگه دارم من دو تا بچه میدونی دیگه <تصفح> کوچیک دارم و آدم بچه که داره مخصوصا بچه کوچیک یه جورایی نصف زندگیش دست خودش نیست یعنی <تصفح> ولی در این حال هم اتفاقا یکی از من دانش شدم که از اساتیت هم بهم میگفت میگفت باعث وقتی وقتت انقدر پر میشه با خونه و بچه و خانواده مجبور میشی از اون وقته ای, یه ذره وقته ای که داری فوق العاده بهتر very استفاده good. کنی یا مثلا صبح زود پاشی تا قبل از اینکه بقیه بیدار میشن دو ساعت بتونی کار انجام بدی یا مثلا وقتی کار وقت کار داری دیگه حواست پرد نیست میرسی الان بعد تو این دو ساعت اینو تمام کنم وگرنه بچه از مدرسه میان دیگه هیچی آره یعنی یه سری روتینای اینجوریه اه... که حالا من فکر نمی کنم می من میخونم بایوگرافی آدم بزرگ تو تاریخ و برام روتیناشون خیلی جالبه اکثرشون بچه نداشتن <laughs> نمیدونن چجور <laughs> اصلا خیلی هاشون پایوند به آره. زندگی خانوادگی نبود آره واقعا واقعا واسه همین آدم سخت خودشو مقایسه کنه ام... ولی ام... آره بعدم خیلی هاشون کار چیزی ناشتن خب مثلا من دانشگاه بالاخره ساعت و کلاس و اینا یه سری سکیجول داره خب بعد آدم باید مطمئن شد که این روزا این ساعتا بتونه بره بعد به نوعی بقیه چیزا وقت آدم رو پر میکنه مثلا من هر وقت کلندر رو باز میکنم ای خیلی از این چانک هایی که هست من نذاشتم یه کسی دیگه انگار گذاشته من فقط بعد بین اون جای خالیش بتونم مانور بدم و واسه همین آدم آزادی و چیز صد درصد هنوز نداره بلکه یه روزی داشته باشم بتونم تنظیم کنم ولی من اون چیزم دوست دارم اون رگولاریتی ایلرگولاریتی و اون که یه جوری یه سری چیزای ثابت باشه وگرنه همه چی که باز باشه احساس میکنم که نمیتونم روش کار کنم یه چیزای استیبل نیاز دارم که بتونم بینش فکر کنم کار کنم وقت بذارم کار کردن روی پروژه بزرگ کمک کرده به خلاقتر شدنت بذار یه جور دیگه بگم یه توضیحی بدم ببین خب تا وقتی که مثلا ایده هایپرلوپ و شرکت هایپرلوپ نبود هیچکس به این فکر نمیکردش ممکنه روزی برسه که تو مثلا صبح از بندر سوار یه وسیله نقلیه بشی بیای تهران سر کارت شب دوباره برگردی <applause> هیچ وقت آدم ها به همچین مسائلی فکر نمی کردن. حالا خوششانسی تو یا مزید رقابتی تو نسبت به آدم های دیگه این بوده که وارد یک سری پروژه هایی شدی که اصلا خود ایده ها و ساختارشون اومده بوده یک سری ساختارهای ذهنی رو به بازی و به چالش میکشیده آیا اینها کمک کرده به خلاقتر شدن تو به شجاعتر شدن تو قطعا ببین یعنی برای ما منم هم برای من هم برای پارتنر مارتا اینا خیلی جذابیت داشت یعنی ما میخواستیم یه شرکت دفتری داشته باشیم که پروژه که میاد پیشمون ما رو چالش بکنه نه اینکه یکی بیاد مثلا بگه برام این کار بکن بعد ما هم خب بگیم خب بلدیم انجام میدیم ولی دوستشیم همه چی چالش بشه چون اگه چالش نباشه آدم علاقه نداره فرانگیری یه حرف خوبی میزنه میگه if you already know how to do something, why why do it? اگر میدونی چطور یه کاری انجام بدی واسه چی دیگه انجامش میدی؟ آدم دوست داره کارایی بکنه که واقعا نمیدونی چطور انجام بده. و یعنی خب میدونن دیگه واسه چی انجام بده. و این پروژه برای ما اهمیتش همین بود دیگه. یعنی واقعا هم نمیدونستیم. مثلا هایپرلوپ حالا در تایید حرف تو که تغییر میده اصلا بینش آدم به زندگی شروع راه آهن هم همین تاثیر داشتی مثلا قبل از راه آهن حالا تو اروپا شروع شد دیگه چیزش مثلا یه پسری توی انگلیس نمیتونست حتی تصور کنه یه روزی یه دختری توی فرانسه رو باش آشنا میشه و عاشق میشن و اینا ولی با راه آهن باعث شد که یهو اینا به هم وصل خب و بتونن از این ور برن این و و حالا توی دنیای دریا بسن... هم جلوشون رو نگیره آره دیگه خیلیه آره. یعنی اصلا نه اه. تنها زمین که حتی دیگه آب هم نمیتونه جلو ارتباطشون رو بگیره آره یعنی یه چیز یه پرادایم ت... شیفته بله بله الان حالا چیز هواپیما و هم تا همین حد بود ولی خب هواپیما و اینا به از تازگی ها اون چیز همگانی نداشت خیلی خب مثلا هواپیما تا میشه گفت به نسبت جدیدن ما فکر نبود تا آخر ده هفتاد میلادی کامرشیال نشده بود هنوز گرون بود هنوز برای آره. قشره دقیقاً. بیزنسی بود کسایی چیز خاص بود. آره آره, یعنی آره. آره. اینجوری نبود که هر کسی بتونه مثلا تفکر کنه مثلا من الان مثلا میتونی پرواز کنی صبح لندن نهار بخوری برگه ولی این یه چیزی نیست که مثلا فکر کنی که یه چیز عادیه هم وقت میبره هزینه میبره فرودگاه بری بعد سه ساعت قبل بری بله یه چیزهای دیگه هم داره فشارهای فیزیکی هم که امه. داره به انسان میاره به خاطر اینکه محدودیت داریم امه. خیلی بیشتره تا ایده ها و تکنولوژی های جدیدی که ممکنه در آینده بیاد آره دقیقا و واسه همین تغییرش به حسش چیز نیست حالا هایپرلوپ همین دقیقا یعنی چیزش رو همینه که یه سیستم جدیدیه ولی بناش به این نیست که لاکجری ترابل مود ترابل باشه که معنیش بینید یه چیز همگانیه عمومیه و حالا بعد تو یعنی بعد از نو تعریف کنی خوب که این اصلا چه چیزی هست این فضا تجربهش چه شکلیه، چی باید باشه برای ما این خیلی جذابیت داشت چون یه سری محدودیت های علمی، تکنولوژی، اه، 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 اکانومیکلی تو، هنوز بود که میگفتن مثلا ما میدونیم هایپلوب توی لوله خلا انجام می <تص> ما میدونیم هر سی ثانیه مثلا یه دونه میاد ولی در این حال هم بقیه چیزها خیلی باز بود که بعد اجازه دارم. سفر با سرعت مثلا 1200 کیلومتر در ساعت چه تاثیر رو بدن انسان میذاره تاثیر خب بو مثالاش بود دیگه مثلا کانکورد هواپیمای کانکورد اینا بود اینم خیلی براشون مسئله هست تاثیرش موقعی که در حال حرکت هستی خیلی نیست چون انرژی و اینا ام. چیزه ولی نگرانی اصلی اون مرحله اول آخره و آخر سرعتگیری و ایستادنه که اینو چجوری تنظیم کنن که اون احساس چیز کم شه چون چو من میدونم یکی از مسئولیتاتون طراحی اون کپسول کابین حالا نمیدونم ام. چه, اسمی براش کپسولی بودش که قرار مسافرها سوارش بشن و توی اون تونل خلا حرکت کنن خب پنجره ندارید از اون ور سرعت خیلی بالاه بعد دیگه نمیدونم چه چالش هایی داشتید خب تک تک اینا چالش هایی میشه که آدم مجبور میکنه به مسائل جدیدی نگاه کنه فکر کنه یه ذر از اون چالش ها بگو آره چیز اصلیش اینه که به خاطر اینکه هایپرلوپ توی یه تونل معمولا هم بوتونی دیگه بعد خلع باشه حالا برای کسی که نمیدونن من توضیح میدم این تو... تمام مفهومش اینه که این تونل خلعه توش و چون خلعه باعث میشه این کپسول بتونه با سرعت صدا حرکت کنه و هیچ استکاک و چیزش نیستی که چون تو خلع داره شوت میشه به خاطر همین تو تونلی بعدم پنجره نمیتونی داشته باشی چون هم خود کپسول هم خود تونل که میگن توب باید کامل سیل باشه وگرنه نه دیسته. خلال نیست دیگه, و اینکه که مثلا چطور یکی از چیزای اصلی که به خود شرکت هایپل با ما گفت چطور بتونیم مردم راضی کنیم که برن توی کپسول تاریک فلزی و با سرعت یعنی بهترین مثالش گلوله و تفنگ دیگه یعنی فکر کن تو میری توی گلوله یکی شلیک میکنه توی این لوله تفنگ داری حرکت میکنه ولی این حرکت دورانی که گلوله داره رو ما نداریم نداریم نه نا. مستقیم <تصفح> میشه خب آه. الان یه سوالی جایی که میست مسافر پیاده و سوار میشه یه شکافیه که خلا آره خلا آه. از بین میره اون چجوری حل میکنه خب اینم هم همین دیگه یعنی بعد یه من، یه منطقه داشته باشی که دیپرشرایز میکنن اون از خلا میان بیرون مثلا یه اونو میبندن مثل فضا نوارده که دیدی تو فیلم ها میرن بیرون آره. یه فضای ما بین هست در بسته میشه آره. دوباره این یه حلشه راه حل دومش اینه که توی کپسول و یعنی مسافر از اول بشینن توی خود کپسول بعد اون کپسول بره توی کپسول بزرگتر بره که بعد وقتی میره توی کپسول بزرگتر کپسول بزرگتر همیشه تو خلا هست کپسول کوچیکه میاد بیرون اینا بی مثلا اونا هم اونا با اون یکی شرکت کار کردن هایپلو مثلا اونا راه حلشون این بود ولی خب آره هر دوتاش میشه کار کرد دیگه ولی آره این یکی از مثلا اینم برای من یعنی برای ماها همه این این یه مشکل معماریه بله یعنی چون وابسته است به اینکه ما آدما تو خلا نمیتونیم وجود داشته باشیم و چطور میتونیم از یه جای خلا بیایم بیرون یا بریم توش این مسئله معماری دیگه نه مسئله علمیه نه تکنولوژی نه مهندسیه اگه ما معمارا نتونیم حل کنیم با... یه, یه چیزی که شاید عموم در موردش اطلاع نداشته باشن اینه که معماری زندگی ما رو ساخته روتین هامون رو تحت تاثیر قرار داده عادت های لحظه ایمون رو فضاهای خونه مون رو همه چی رو تحت تاثیر قرار داده و یک معمار اگر بیاد از دریچه های جدیدی استفاده کنه به مسئله نگاه کنه و بره سمت باز تعریف کامل همه چی رو داری زیر رو کنه دیگه شما نگاه کن از اتاق خواب چرا ما اتاق خوابمون رو باید ببریم یک جایی که ساکت ترین باشه چرا نت... چرا اصلا قدیم نبردن یک جایی که شلوغ جای ممکن بوده چرا اصلا پنجره به خونه ها اضافه شد چرا کف خونه ها مدل های مختلف شد یعنی وقتی به دیتیل های این مدلی نگاه میکنی وقتی سوالاتی رو میپرسی میتونی بفهمی که آروم آروم ما رو معمارها ساختن حالا از اون انسان اولیه ای که رفت سمت اینکه از چوب استفاده کنه از سنگ استفاده کنه برای ساختن یک سرپناهی در برابر حیوانها و نمیدونم محیط پیرامون خودش و آب و هوا و باقی چیزایی که خطر براش محسوب میشد تا به امروز ما یه مسیر فوق العاده طی کردیم که وابسته به تکنولوژی دوران و عصر خودشون بوده یک چیزی که من دارم میبینم تو کارهای تو استفاده کردن از ابزارها و تکنولوژی های روزه یعنی هفته سال پیش که 3D پرینتینگ ترکید کلاسای درس تو میدیدم که تمرکز گذاشتی روی پروتزهایی هایی که بچه ها برن طراحی کنن پرینت بگیرن و بیاد سوار بشه رو بدن انسان برای اینکه کاربری های جدید امکانات جدیدی رو بهشون اضافه کنه میایم جلوتر تو پروژه اخیرت این بیمارستان باید اسمشو بگیم کمپ چیه؟ مدیکال کمپس, تو این پروژه داریم یه هوش مصنوعی استفاده کنی برای اینکه مسیرها حرکتها رو آنالیز کنه و بهترین خروجی رو بهت بده <applause> یه این نگاه بیرونی یه تاثیر عمیقی هم روی درونت داشته امه. تو خروجی ها امه. استفاده کردن از تکنولوژی روز همراه شده با اون ساختار شکنی اون انقلابی بودنت برای اینکه بتونی بهترین خروجی رو داشته باشی امه. چه چیزی تو رو میبره سمت اعتماد کردن به این تکنولوژی های روز امه. چون هست ولی خیلی ها ترس استفاده و ترس کمک گرفتن ازش دارن خیلی اه. ها باورش ندارن حتی اه. که بیان وارد کار و زندگیشون کنه در... در... نی... چیزی که میگی در... درسته یعنی اه. اولش میخوام یه چیز مقدمه بگم حرف قشنگی زدی منو به فکر انداخت که اه. به این واقعیتش هم همینه حالا تو هیلینا هیل اینا خیلی میان تعریف از معماری چیه و اینا اگه معماری ساختمان بود ساختمان سازی بود اسمش نبود معماری اسمش میگفتن مثلا دانش ساختمان <applause> خب ولی معماری این تعریف منه ولی به عنوان حالا هم معمار هم تاریختان به نوعی من به خودم اجازه میدم که بگم نه این اصلا معماری این بوده حالا تریلش هم میگم مثال سادهش اینه که مثلا اگه یکی بیاد تو شما معماری بیاد بگه شما بیا یه فرودگاه طراحی کن خب به هر فرودگاه دنیا نگاه کنی اون فرمول طراحی فرودگاه یکیه چون سایز هواپیما ها معلومه سایز باند چیز استاندارد شده خب مثل اینکه بگن استادیوم تعریف کن خب زمین فوتبال سایز مقیاس و اینا همش چیزه تغییراتی میتونی انجام بدی ولی اون تغییرات نمیاد هم. یه ساختار شکنی آده. عجیب غریب بشه تنها چیزی که مثلا ممکنه فرمش رو یک ذره فرمش رو عوض کنی مثلا بگی گیتا ام. ام. مثلا این سبکه اون سبکه ولی نهایتا یه گیتی هست یه مسیری هست بعد تیک کنی و یه باند و هواپیما و همه معماران وقتی اینجور پروژه ها رو میگیرن میرن اون سورس اصلی ها رو نگاه میکنن فرمولش رو در میارن بعد ببینن میتونن چقدر باهاش بازی کنن به هایپر لوپ چالنج ها هستیش این بود که مثلا اینکه یک یه کسی بیاد بگه فرودگاه طراحی کن ولی هنوز هیچ فرودگاهی ساخته نشده هواپیما هم هنوز داره دارن روش کار میکنن معماری یک فریم که یه, یه،, یه، که سازمان میده به ارتباط بین فضاهای مختلف با کاربری های مختلف, مختلف، نه، ولی مهمتر از همه انسان آها. با محیطش با انسان های دیگه با جونور های دیگه با اشیای دیگه و یا با پارتیکل ها اجزای دیگه تو خیلی عقب دررفتی رفتی من تازه خودم محدود اه. کرده بودم به رابطه‌ای که این هست هم. ولی خیلی کلیترش و درسترش هم دقیقا نه. همونه یعنی ارتباط یعنی ب... ما فکر رو کنم مثلا توی کارخونه توی فضا اخ... به وجود اومدیم یکی ما رو میندازه کره زمین اینکه ما چطور با محیطمون محیط فقط محیط فیزیکی و طبیعی و چیز نیست دیگه انسانهای دیگه هن، حیوانات هن هست، ماشین هست you know? ولی تو این محیط آب و گرما و سرما هست جرم و میکروب و اینا هست خب تمام این ارتباطات ما با محیط و چیزی که تنظیم میکنه مثل اینکه ویدیو گیم طراحی میکنی دیگه <applause> مثلا تو, کامپیوتر ساینس بس همین میگن آرکیتکچر uh, لغت سیستم uh, آرکیتکت دارن ها و اینکه اون یه کسی باید بیاد بگه آقا این مثلا موجود اینجوری باید حرکت کنه آیا باید اینجوری را بره یا باید با دست و پا بره آیا فضایی که استفاده میکنه باید صاف باشه یا کج باشه آیا باید اینجا بخوابه اونجا غذا بخوره چی بخوره این همه اینا برای من معماری اون دانشیه که اون تمام اون ارتباط یک انسان را با محیطش سازمان میده و تعریف میکنه خب حالا یه مقدمه دیگه این که حرف از تکنولوژی شد تکنولوژی امروز حالا من میخوام برگردم بگم اصلا اولین تکنولوژی حتی قبل از یا ابزار به عنوان تو تاریخ حالا فرهنگی فلسفی هم میگن اولین تکنولوژی آتیش بود خب آتیش به عنوان تکنولوژی اول انسان و بعد اگه بیایم مثلا تاریخ معماری رو امسال اه، اه، توی قرن نوزدهم سمپر گاتفرید سمپر تو آلمانی می نوشت یا حتی ویتروویوس معمار رومی اینا رو بخونید که ببینید تعریف اون از شروع یا اون اوریجن معماری چیه همه اون اوریجن تمام اون داستان ها چه ویتروویوس چه سمپر چه البرتی همه رفتش بینن به اون آتیش اولیه و بعد به هات بعد نکته جالب اینه که سمپر من تعریف سمپر رو خیلی دوست دارم چون که مثلا میاد میگه که میگه که آتیش باعث انسان ها دور هم جمع شن و بعد دی جمع شدن معماری درست کنن خب که این هم یه چیزی که خب خیلی همه میگن الان هم خب از لحاظ تاریخ انتروپالوجی و اینا به نوعی ثابت شده ولی سمپر حرف جالبی که میزنه اینه میگه که آتیش اون بنای اصلی بود هارث یا اون مثل شومینه یا آتیش داخل و دلیل اینکه معماری درست شد این نبود که آدم ها رو محافظت کنه چون آتیش داشت این کار رو میکرد گرما میداد نور میداد همش معماری ساخت که آتیش رو محافظت, محافظت کنه, کنه از علمان های دیگه طبیعت خاک و باد و آب و وظیفه اولیه معماری نگهداری از اون آتیش بود که بعد آتیش بتونه فضا و گرما و اینا رو برای انسان آزیز کنه و اینو من همیشه مثال میزنم برای اینکه تاکید کنم مرسی به این اهمیت این ارتباط بین اینا اینجوری نیست که حالا معماری مثل اون چیزایی که تو تاریخ معماری میگن یه پریمیتیو هات بود ساختن که انسان بره زیرش نه این اینا همه با هم ارتباط داره معماری یه جزی از اون ارتباط هست و خارج از اون نیست حالا تو جواب سوالت که آیا چه اطمینانی دارم به استفاده از اینا اول اینکه اگه نوعی که مثلا من کار میکنم به عنوان معمار با نوعی که یه معمار ده سال پیش کار میکرد یه سبت باشه یه میتود باشه یه شیوه باشه خب از کار من با اون چه فرقی خواهد داشت من به نوعی دارم همون رو تکرار میکنم و ماها اگه توی زمان امروز هستیم مثل کاری که تو میکنی اگه نیاییم از تکنولوژی و فرهنگ و چیزهای روزمون استفاده کنیم به یعنی کار جدیدی نکردیم و به خودمون یه فرصت از دست داده است آه. آیا اطمینان دارم اینا کار میکنه؟ نه اتفاقا خیلی موقع ما نمیدونیم چطور یه تکنولوژی استفاده کنیم چون این تکنولوژی همش شروع شده مثلا برای این پروژه نورستار نورث، نورث، نورث مدیکال کمپس Medical Medical Campus. Medical Campus. ما اون موقع که ما شروع کردیم سیمیلیشن تکنولوژی استفاده کردیم فقط یه،, یه کمپانی بود که یه سافتور همچین دست یعنی به زور کار میکرد اینا نوشته بودن خیلی هم با آزمو بسیار رو تست بیتا ورژن و یعنی یه چیز خیلی همچین نرسیده بود و ما اونو برداشتیم و شروع کردیم هی باش بازی کردیم و تنها چیزی که برای ما همه این بود که میتونه حرکت آدما تو فضا رو سیمیولیت کنه و ما گفتیم خب اگه حرکت آدم تو فضاست است معماری دیگه و چطور میتونیم اینو ولی دستکاریش کنیم چون که جوری که این سافر رو طراحی کرده بودن چه جالب باشه برات این مثلا طراحی کرده بودن برای فضای بزرگ مثل کنسرت و استادیوم و اینا که مثلا وقتی کنسرت یا بازی تموم میشه آدما چطور حرکت میکنن به درای خروج و یا ممکنه خطر یا بارل نک پیش بیاد که اینا فشار بیان یا به اندازه کافی در ما یه بار اینو تجربه شده, شده, شده تو تو ایران نبودی نمیدونی آزادی رو برداشته بودن باسازی کرده بودن و دقیقا این مسیرها رو انگولک کرده بودن بعد مسابقه فوتبالی فشار جمعیت باعث شده بود کلی آدم زیر دست و پا خیلی خطرناکه همین پارسال تو کره حالا تو آره یادم آره، 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 آره. تو خیابون چقدر آدم تازه مهمونی بود هالوینشون بود آره. چی بود یه هالیدی بود آره ولی مخ... خب اینه خیلی مهمه دیگه نه چیزایی که ما معمارا باید معمارا شهر سازا فکر کنیم اینجوری نیست که فقط فضا و اینا. بعد این این سافر اینا استفاده میکردن که پیش بینی کنن چطور آدم ها از در خارج میشن ولی اگه بیای فکر کنی به عنوان یه سافر انجینیر رفتار اون آدما تو سافر همشون مثل مثلا گله گوسفند همشون یکی هم همشون هم یه هدف دارن میگن بلند شاید شاد برو به سمت خروج خب اینجوری که یکیشون بگه نه من میخوام قبل از اینکه برم بیرون برم دستشویی یا من میخوام قبل از اینکه برم بیرون برم پول پارکینگ هم بدم همه یه هار... کار میکنن و بر اساس اون حالا هی راشون عوض میکنن یه, یه رفتار دارن ما کاری که میخواستیم بکنیم بود که رفتار مختلف رو روی اینا پیاده کنیم چون که توی فضای پزشکی یکی از فضاهاست که خیلی نقشای مختلف هست مثلا وقتی میری دکتر اول وارد میشی یه رسپشنیست هست چکین میکنی بعد میگه مثلا منتظر شو بعد یه نرس میاد اسمت رو میخونه پیکابت میکنه میبرد توی اتاق بعد اونجا منتظر میشی بعد نرسه میره دکتره رو میاره دکتره میاد تو رو میبینه بعد دکتره میره بعد دوباره تو میای بیرون میری چکاوت میکنی بیمه و رو میدی بعد میری خب بعد هر کسی یه نقش داره نیست که هر کدوم از اینا یه رفتار بکنن همشون برن سب کنن یا برن تو با میویس این کد این سافت رو عوض میکردیم که بتونی این هر کسی اون نقش خودش رو بازی کنه و این یه ذره از اون وقت برد ولی آخرش که انجام شد خیلی هیجان زده بودیم که تونستیم اینو کار بکنیمش و ولی بیشترش همش تست بود دیگه ولی میخوام دوباره تاکید کنم نکته اصلی این فقط نبود که ما اومدیم یه تکنولوژی امروزی رو حالا سیمولیشن استفاده کردیم توی طراحی این فضا نکته اصلی برای من این بود که ما معمارا عادت داریم یه فکری میکنیم یه ایده ای انجام میدیم بعد این ایده رو پیاده میکنیم خب اگه بری با یه ساینتیست یه دانشمند صحبت کنی مثلا بگی مثلا همین کووید که پیش اومد یه کسی یه ایده برای واکسن داره خب اون چیکار میکنه نمیاد واکسن رو تولید کنه پخش کنه اول میاد یه امتحان میکنه اکسپریمنت میکنه ترایل میکنه اول میاد رو موش امتحان میکنه بعد یه گروه محدود آدم ها رو انتخاب میکنن بعد این کار میکنن بعد که هی موفق شد بر اساس هر آزمایش میاد تغییر میده اجاست میکنه مثلا میگه بعد واکسنه اینقدر میلی باشه بعد مثلا دو دوست زده باشه یا سه دوست خب هی اجاستش میکنه تا یه محلی میرسه که میگه نه این کار میکنه بعد میاد پیادش میکنه خب ما میماره عادت نداریم اینو میگن ساینتیفک مثد خب روش علمی دیگه خب یا روش تجربی ما معمارا به روش تجربی کار کنیم ما میایم یه ایده میپرزیم تو ذهنمون حالا بعضی موقع سکچ میکشیم ماکت میسازیم به خودمون باور میداریم که داریم تست میکنیم ولی خب ما نمیتونیم رفتار انسان تو فضا رو تست کنیم خب مگه اینکه بیام تو مقیاس بزرگ بسازیمش اهمیت این سیمیلیشن تکنولوژی یا این سافرا برای من این بود که اجازه میده ما معمارا برای اولین بار بیایم یه اکسپریمنتال متد یه روش تجربی رو رو معماری پیاده کنیم و نه اینکه فقط بیایم اینو ببینیم تست کنیم ببینیم خوبه یا بده بلکه عادش... فکر میکنم تو اصلا میتونی فرایندا رو از نو تعریف کنی آره دیگه این کاملا بازی رو عوض کنی یعنی اگر قاعده و قانون اینه که ماشین تو بیاری اول پارک کنی بعد پیاده شی بعد بری پیش رسپشن بگی که مثلا دکتر فلان میخوام برم بعد اون یه نفر رو بیاد با تو وردار ببره اونجا بشینی اتاق انتظاره بگن مثلا باید این لباس رو بپوشی بعد ورت داره ببره بیای همه اینها رو از نو تعریف کنی میتونم این مدلی بگم که میتونی داستان جدیدی رو برای خود زندگی خلق کنی و این فوقلاده است دقیقا اصلا من ال... چیزی که هر روز صبح پا میشم بهم به انگیزه و علاقه میده که تو معماری کار کنم تدریس کنم یا تحقیق کنم دقیقا همینه که اینکه یعنی ما من به دانشجو هم هر روز میگم میگم به عنوان معمار خیلی قدرت دارید ولی ما خیلی از قدرت استفاده نمیکنید شما قدرت این دارید که زندگی روزمره آدما رو یعنی این حرکات و رفتار و جسچرا و بیهیویر های لحظه به لحظه آدما رو تنظیم کنید ولی معمولا ما نمیم کار کنیم همش میگیم که خب پس به این فضا رو ترک فضا که همیشه خواهد بود خواهد هست خوشگلتر میشه بیختر میشه مهم نیست ولی مهم این که چطور بتونی معماری رو مثل مثل یه چارچوب تعریف کنید که یه سری رفتارا رو ایجاد کنه حالا اینو میخواستم بگم حالا نکته روش تجربیش این بود که خب درست کار اون مثلا طرح فلور پلان کلینیک ما اوردی تست کردیم میدونستیم بهتر انجام میشه و حالا هم بهتر انجام داره میشه ولی نکته دیگهش این بود یه ابدا یا یه ساختار شکنی از شیوه کار معمار بود که یه معمار دیگه نیاد پلان ب... بکشه یا پلان خب میگن making پلان نه نه پلان بکشه بلکه پلان فکر کنه انجام بده بلکه بیاد به جای پلان انجام دادن یه hypothesis. یه ساختاره فکر کنم شناوری رو در نظر بگیره آه. حتی تو ذهنش این باکس هاست، این کاربری هاست، این نیاز هاست حالا اینها چطور کنار هم بشینن بعد که تستش کنه آره و بهترین خروجی و بعد رو هی بره. انجام بده تا این بهتر شه بعد انجام بده و اون تست کردن هیچ وقت قابلیت نب... نبود برای ممارا و الان اگه بخاطیم این کار رو بکنیم دیگه نیازی نیست که حالا یعنی خب خیلی کارا بهتر میشه من یکی از جامعه شناسا یا حالا بعضی بهش میگن فیلسوف فیلسوفای های مورد علاقه هم برونو لطوره لطوره هم آدم فوقالعاده جالبی بود که متاسفانه یه سال و نیم پیش هم فوت کرد و لطور یه چیزی داره یه مفهومی داره اسم مفهوم میگه پروگرام آف اکشن خب ما تو معماری لغت پروگرام برامون جا افته میگن پروگرام این فضا چیه مثلا اینه خب است کار کرد و استفاده شد لاتور چیز پروگرام اف اکشنش خیلی جالبه و اون مثال چند تا مثال میزنه یه مثالش یه مثال اسمش از برلین کی کلید برلین مثال میزن از یه کلید تو برلین یا حالا نیست پیش که یه مشکلی داشتن که کسایی که خونه زندگی میکردن درشون رو یادشون میرفت قفل کنن و اینا باعث شده بود که مثلا بعضیا درشون باز بمونه یه دزدی شه یا اینا نشه و این... یعنی اون کامیونیتی به هم ریخته بود یه کلید ساز میاد یا بعضیا کلیدشون رو گم میکنن بعد کلید ساز میاد یه کلید تروی میکنه که این کلید رو همه چی بخوره. نه چاکلی نه کلید رو اگه میخواستی در رو باز کنی کلیده میرفت تو در رو باز میکرد ولی برای اینکه درش بیاری بعد دوباره میبستی قفلش میکردی از, از اون از یعنی این باید میدونید یک کسی کلیده شده در جا نذاره دو کسی در خیلی ساد در ساده از, 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 از ها. ولی ببین مشکل رو کامل حل یعنی میکنه یعنی ف... تنها کاری هم کرد اومد این وره شد که نوید درشه میچرخ چیز کرد که دیگه مجبور شدن چیز و این باعث میخوام بگم این حرکت مشکل مشکل حرکت ولی بحث اصلی لاتور اینه که باعث شد این آدما رفتار بهتری داشته باشن مثلا وقتی سوار ماشین میشی کمربندت نمیبندی ماشین هی بهت بوغ میزنه میگه کمربندت ببند کمربندت ببند بعد آخرش کلافه میشی رو بند میبندی این باعث این پروگرام اف اکشن باعث میشه تو رفتار مسئولانه تری بگیری هم برای حفظ جون خودت هم حفظ جون بقیه و هم اینکه کل سوسایتی کل جامعه بهتر آن، 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 کار کنه و میشه گفت نک... نکته اصلی لطور همینه که ما نمیتونیم بیایم یه جامعه رو نگاه کنیم رفتارهای اجتماعی ولی فقط به رفتارهای انسانی نگاه کنیم و باید ما این نه فقط به هیومن هیومنز ها نگاه کنیم هیومنز بلکه به نان هیومن ها هم بعد تون اه، اه، معادله نگاه کنیم نقش چراغ قرمز توی ارتباطات ترافیکیمون نقش اون کمربند نقش اون کلید روی اینکه ما مسئولیت پذیر باشیم نقش در اتوماتیک روی اینکه بی احترامی نکنیم در رو باز نذاریم و کی اینا رو تراحی میکنه تا حالا خیلی هاشو مهندس ها تراحی میکنن مهندس هم فکرش نمیکردن که یعنی حالا مثلا نقش اخلاقی یا اجتماعی یا فرهنگی این ابزار یا این چیز چیه ولی بحث من اینه که ما معمارا باید بریم اینا رو تراحی کنیم این توی هیته کاری ماست هیته کاری ما این نیست که بناهای بزرگ شهر بزرگ تره کنیم اون یه بهانه است اون یه ابزاره ولی هدف اونا مینزن ولی ده, ده گل یا هدف یا اند اون تغییر و بهبود رفتار رفتار و چیز روزمره انسان با وجود خودش با افرادش دیگه با ابزار دیگه با اشیاء دیگه با انسان ها حیوان ها محیط دیگه است و این هست که به نظر من جذاب میکنه به ما قدرت این میده که رون تاثیر بذاریم بتونیم تنظیم کنیم بریم سمت جنبندی چون کلا فکر کنم چهار پنج روز بیشتر تهران نبودی هم که اومدی واقعا دستت درد نکنه لطفا بزرگی به من کردی تو صحبتات اشاره به این داشتی که کوچکترین اتفاقات زندگی میتونه تاثیر بذاره روی خروجی های ما روی مدل فکریمون چطور خلق کنیم چطور نگاه کنیم گفتی که سوال پرسیدن سوالات بهتر پرسیدن کمک میکنه به اینکه خلاقتر بشیم خروجی بهتری داشته باشیم تو فرهنگ ها و جامعه ها و محیط های آزادتر بودن کمک میکنه که ما هم توی خلق کردنمون آزادانه تر فکر کنیم از این گفتی که تاثیرگذاری ما به عنوان طراح به عنوان معمار به عنوان خالق خیلی خیلی بزرگتر و بیشتر از اون چیزی که فکر میکنیم ممکنه باشه دعوتمون کردی به اینکه بیایم این قدرت خودمون رو جدی بگیریم و به جای اینکه بیفتیم روی تکرار اتفاقات و خواسته هایی که از هست اتفاقاتی که قبلا تجربه کرده بشر ساختارها رو بشکنیم جور دیگه ای نگاه کنیم بریم ریشه ها و نیازهای اساسیتر تر رو شناسایی کنیم و کاری کنیم تا اونها رو هم تحت تاثیر قرار بدیم انگار انقدر قشنگ جمع کردی که منم چی بتونم بهش اضافه کنم ولی فکر میکنم چیز دیگه ای که هست و این هم یه چیزی که من و تو با هم این علاقه و اشتیاق و چیزی رو داریم باز کردن تجربه است چون اگه ما بخوایم یه چیزی زیر سوال ببریم از نو فکر کنیم از نو طراحی کنیم یا بتونیم حتی به جایی برسیم که بتونیم به یه کسی دیگه بگیم روند زندگی تو باید اینجوری تغییر بدی از الان به بعد به جایی که بری اینجا توی اتاق روی فضای این شکلی بخوابی بعد اینجا بخوابی یا اینجا بعد غذا بخوری یا اینجا یا چیزای بزرگتر که مثلا ما چجوری با هم ارتباط داشته باشیم چجوری ایدهمون رو پخش کنیم به هر حال برای هر چیز معماری که بخوایم فکرش رو بکنیم چارچوب معماری اگه ما تجربه و دیدمون بسته باشه محدود باشه ایدهایی که باش هم که خواهیم داشت محدود خواهد بود و حالا برای من همین البته خیلی از کسایی که کنجکاون سوال میکنن خودشون این کارا رو میکنن ولی همیشه نیاز هست که یه جورایی به قول معروف آدم مغزشو فید کنه و سفر کردن کتاب های مختلف خوندن فیلم دیدن موسیقی فعالیت های ف... نه فقط آدم من برای من تخصص این نیست که آدم فقط یه شاخه خاص و توش همه چی بدونه خب خیلی ها تخصص دارن ولی تخصص مهم نیست به نظر من برای اینکه آدم بتونه خودش رو یه اینتלקچوال بدونه ام. یه آدم بعد جنبه‌های دیگه بودای دیگرم هم یاد بگیره چون هیچ چیزی همه چی وابسته به چیزهای دیگه است این هم تو اشاره کرده قبلا ما نمیتونیم فقط بیایم حالا چه معماری باشه چه سینما باشه چه موسیقی باشه بیایم فقط رو شاخه خودمون تمرکز کنیم هر چقدر هم بدونیم کافی نیست همیشه چیزای دیگه هست وابستش هست و هر چی ما تجربهمون رو بیشتر باز کنیم خودمون رو باز،, باز کنیم به اون تجربه های مختلف به خودمون این اجازه رو میدیم که بتونیم بعضی چیزهایی که به نظر میاد شاید نیاز باشه رو زیر سوال ببریم یا حتی اگه شانس داشته باشیم ایدای بهتری به ذهن اون برسه مرسی واقعا دوست دارم این گفتگو رو به یکی تقدیم کنی به کی تقدیمش میکنی اوه ام. راستش بخوام بگم به خودت تقدیم میکنم <applause> چون که احساس میکنم که خیلی گفتگو با اینکه به ظاهر گفتگو یک طرف است ولی دیالوگ ها یا گفتگو های خوب اونایی است که هر وقت توپ میره از اون ور به اون ور هی رشد میکنه و باعث میشه که مصاحبه نباشه و گفتگو فرقش با مصاحبه همینه و گفتگوهای خوب به نظر من باعث میشه که هر دو طرف بعد از گفتگو یه چیز بیشتر و بزرگتر باش میان بیرون و این گفتگو برای من خیلی ارزش داشت بخاطر اینکه هم باعث شد به یه چیزایی که فکر نمیگردم فکر کنم و و چیزای جدید یاد بگیرم و تجربه کنم برای همین تقدیرش میگم به تو حسین مرسی. مرسی خیلی لطف کردی دست درد نکنه ممنون که اومدی ممنون از اینکه من اینجا ده. خواست ده داشت دمت گم که تا آخر این گفتگو همراهمون بودی همونطور که معلومه این یه کار تیمی و کلی آدم براش زحمت کشیدن پس برای اینکه با همین فرمون پر انرژی ادامه بدیم ازت میخوام که ما رو توی همه پلتفرمای دیگه‌مون هم دنبال کنی تا کورنر بعدی حسابی مراقب خودت باش coats cold now